دکتر ایرج ناصریان وکیل رسمی امور مهاجرت در ایالت کالیفرنیا دادگاه های فدرال و دادگاه های بی آی ای در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبانان در سراسر جهان در دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان امور مربوط به اخذ ویزاهای کار، دانشجویی، اقامت دائم و گرین کارت، تبعیت و همه موارد قانونی مهاجرت به ویژه جلوگیری از اخراج موکلین با دقت پیگیری و تا گرفتن نتیجه مطلوب انجام می شود برای انجام کارهای مهاجرتی خود با اطمینان با دفتر حقوقی دکتر ایرج ناصریان تماس بگیرید تلفن های تماس 855 947 7900 ویا و یا 310 337 7900 و, و, و یا ارتباط از طریق وبسایت www.lyingkal.com بیرن عزیز در هر جای دنیا که هستین درود بر شما امیدوارم که زمان رو تحت, تحت, تحت شرایطی که هست در هر جای دنیا که هستین به سلامتی و خوشی بگذرن. میدونم که خیلی سخته و موقع میگم همه جای دنیا من میبینم بعضی فامیلا چقدر متفرق شدن یکی در پدر مادر یکی ازش در کاناداست دو تا فرزند چون دارید. آمریکان یه فرزند چون در استرالیاست موقع تماس بگیره می میگه اصلا نه چی شد که یه مرتبه این انفجار در داخل فامیلا افتاد چی باعث شد چی باعث شد که اینا فامیلی یونیتی که آمریکا واقعا میگم سرنه یکی از پرچمدارهای بزرگشه و به همین دلیل اصلا ایمیگریشن ساخته شده البته دلایل دیگه هم داره که از نظر مالی و فلان ولی فامیلیونیتی پایه بوده و ما فامیلیونیتی رو از بین بردیم توی مملکت خودمون به هر صورت ف... چه از یک نگاه کنین از هفته پیش این موقع تا الان چه اتفاقاتی در سر و سر دنیا افتاده چقدر اتفاقات بدی میتونه سنجام بشه اگر خدا رو یک آقای ترامپ سرش یک لحظه بر نگردنده بود شکی نداره که این گلوله سرش منفجر میکرد و اون انفجار باعث میشد که چه انفجارهایی در خیلی جاها اتفاق بیفته ولی خب به خیر گذشت آدم نمیدونه که چه اصلا سرنوشت چی کارا داره میکنه چجوری میتونه یه لحظه وضع یه مملکتی رو عوض بکنه بازم میگم خوب الحمدلله و این که یک انسان اینجوری کشته نشد و چه برسه به کسی که این همه هفتاد اشتاد میلیون نفر پشتیبان سفت و سخت داره این براشون یک مسئله نابخش شدنی میتونست باشه به هر صورت اولا چند نفر از یکی از سندیگو و یکی از یه جایی دیگه به من زنگ زدن گفتن که برنامه هفته پیش رو نهیدیم در صورت که الان من با امیری که صحبت میکردم برنامه هفته پیش کاملا آپلود شده و برای کسانی که به خانوم نگاه بکنن خب برنامه تو روی یوتیوب هست دیگه صحبتی که میخواستم هفته پیش بکنم و بازم دنبالش میکنم یه لحظه دیگه در مورد Child Status Protection Act یعنی اون برنامه ای که در حدود بگم 15 سال پیش من با چند تا وکیل دیگه وکیل ایمیگریشن رفتیم فدرال کورت و به جاج شکایت نوشتیم به جاج که کاری که ایمیگریشن میکنه تقریبا هاردچی به یک فامیلیه و فامیلی رو اصلا دیگه متفرق میکنه و اون چی بودش که مثلا بگم به عنوان مثال خیلی ساده که بگم اینه که من تقاضا میکنم به عنوان یک سیتیزن آمریکا یا گرین کارت هولدر آمریکا تقاضا میکنم که برای مثلا برادرم یا خواهرم که یا اینا یا مریض هستن یا انمریض هستن انمریض در اگر من گرین کارت داشته باشم مرید در موقعی که من سیزم باشم تقاضا میکنم براشون یه عالمه طول میکشه یا خواهر برادر خب من برای خواهر تا خواهر برادر در حال حاضر مال خواهر برادر در حدود 17 سال طول میکشه اوکی حالا بگیم اون موقع 12 سال طول میشه 13 سال طول میشه این خواهر یا برادر من یه بچه‌اشن 12 ساله بود 13 ساله بود خب این پسره باید 12 سال طول که چه 13 سال مش 20 سالش تا موقع نوبتشون میشه اون موقع اومد مع ااا USCIS اون ما چیکار کرد گفت که این با... میگفت این بچه ایج اوت کرده اوکی خب اون موقع ما رفتیم دادگاه و گفتیم که این بچه ایجاد کرده اگه بخواد بیاد اون بعد توضیح میدم اینا چه خواهد شد چه هارچیپی برای برای این من که سیتیزن یا گرین کارتول در آمریکا هستم و برای پدر مادری که مهاجرت بکنه اینجا بچهش باید پشتر بمونه چه سختی های هستش خب برگرده بکنم یه بگیم که اصلا چرا USCIS یعنی به حساب امیگریشن و کاسم سرویسز چرا این رو گذاشته و چرا چرا, چرا اینجوری چرا این محرومش کرده بعد میگریم نگاه میکنیم میبینیم که موقعی که یک استچوتی در مجلس سر چی نیست از اون قانون هایی که اول در مثل مثلا لاتاریه. در این روز شروع میشه در این روز ختم میشه تا این موقع باید ویزا رو بدن دوازا یه دیگه ویزا رو بدن این روش سر شد یه سری قوانینی هستش که خب از مجلس میگذره باید که مردم اطاعت بکنن مال سوپریم کورت به خصوص اگر سوپریم کورت دستور میده که تمام دادگاه آمریکا باید اطاعت بکنن بعضی مقای نستشودا خیلی کوتاهه و خیلی حتی برای با کلام سخت حالا میگم چرا برای با کلام سخته تنها موقعی که میشه استشوت ازش دفاع کرد اینی که ویگ باشه نامفهوم باشه خب این مسئله مهاجرت اومدش گفتن خب این بچه رو چیکارش کنیم بچه رو ایجاد بکنیم این استجوت اون موقع یک, یک, کیسی بود به نام کیس شوران شوران چندین سال چی شد الان من تاریخ شوران رو نمیدونم کی بوده ولی به هر صورت شوران اومد گفتش که اگر احیانا یک استشوتی هستش که یک کمی ویک هستش نامفهوم هستش اون اورگانیزیشن میتونه خودش رو چکار کنه اینو تعبیرش بکنه خب اون استشوتی که نوشته بودن در مورد یو اس سی آی بعد تعبیرش کرده بود اومده بود طبق خودش اونجوری که فهمیده بود از سچی رو تعبیر کرده بود خب خیلی اتفاق میفته اون جاج میاد چیکار میکنه تعبیر میکنه و اون قبل قبوله ولی یه قانون میاد یک ارگانیزیشنی مثلا مثل یو اس اس اینو تعبیرش میکنه خب این تقریبا میتونه که چنج بشه برای همینم ما چلنجش کردیم در سال پیش من وقتی هفت نمیدونم وکیل بودن هر کدوم کیسه خود شده کیسه من مالی خالم دکتری بود که ایشون پدر مادر شما بود اینجا موقعی که این دکتر خانم نو... یعنی موقعی که این پدر مادر نوبتشون شده بود که برم ویزا بگیرن این دکتر خانم بیست و خورده ساله شده بود و تنها دکتر خانواده بود پدر مادر میخوام بیان اینجا و یه دختر تنها رو درسته با اون هم مشکلاتی که در, در مورد دانشگاه و این طرف برو اون کارهایی که خودش بکنه که شک بده فلان تنها بذارن شکایت کردیم گفتیم آقا چکار میکنیم دولت گفتش که نه پدر مادر بیان اینجا برای این تقاضا بکنن خب موقعی که ما اومدیم تقاضا کردیم 7 سال دیگه طول کشید. یعنی این دختره باید 18 سال طول می‌کشه تا گرین کارت بگیره کاملا هاچ روی چه اساسی همین صحبت کردن روی قانونی که دولت گذاشته بود یعنی دادگاه گذاشته بود در کیس شوران که اگر احیانا این یکم میوهگه اون ارگانیزشن تصمیم بگیره خب این کس اومد اینجا ما رفته بتوان توی توی اورنج کانتی بودش فدرال کورت رفتیم اونجا از طرف دولت هم یه سری وکیل اومده بودن و این دو طرف هر کدوم آرگومنت خودشون رو جاش گفت طبق دستور نایس سرکت نایس سرکت رو بارها من توضیح بهتون دادم در آمریکا یازده تا سرکت هست یعنی این سپریم کورته و دادگاه های دیگه هستن که به یازده بخش شخصیم شدن مثلا نای سرکت چیه دادگاهی که تمام فدرال کورت های این ایالات کدوم ایالات؟ هفت اشت ایالت یکی ایالت واشنگتونه اورگن هست کالیفرنیا هستش نوادا هستش، اریزونا هستش و هواییه اینا تحت نظر ناین سرکته این ناین سرکت که صحبت میکنه اینا اطاعت میکنن سوپریم کور که اطاعت میکنه این یازده سرکت باید تممهه دادگاه شکایت ما رو قبول نکرد و گفت تصویر ناین سرکته البته این شکایت پیشن به بورد آف امیگریشن اپیل رفته بود برد امیگریشن اپیل یه نظر دیگه داد بود ناین سرکت یه دیگه داد و بردنش به سوپریم کورد سوپریم کورد دو هفته پیش کیس شوران رو چکار کرد قابل قبول ندرست چیش کرد اوور کرد و دستور جدید داد که نه درسته که این استرچیوت یک کمی ویک هستش ولی هر ارگونیزیشن اگر بخواد این استرچیوت رو کنه با یک حالت کانفیوژن به وجود میاد باید دادگاه دستیم بگیره خب حالا چی شد برمیگردیم به اونجایی که الان یه ف... ف... کسی هستش یک خواهر و برادری هستن که برادره یا خواهره برای اون یکی خواهر یا برادر تقاضا کرده بچهشون ایجاد کرده آیا چیکار میکنن آیا میتونم براش تقاضای گرین کار میکنم به شرط که اون ازدواج نکرده باشه آره ولی چیکار میکنیم میگیم خب این همه که این بیچاره تو صف و اسمو چیکارش کنی عمرش طرف میکنیم اون رو دادگاه دستور داد و من به کسانی که این مشکل رو داشتن چه در پس چه در الان پیشنهاد میکنم که این صد در صد در نظر بگیرن که برای این بچه ها تغازای گرین کارت بکنن و طبق دستور سوپریم کورت که این ریورس کردن شوران بود بیان این بچه ها بتونن کریدیت بگیرن و به مراتب زودتر گرین کارت بگیرن امرا که ما مدرسه می رفتیم من فکر کنم سالهای ابتدایی بود یا اره ابتدایی متوسط نیم باشه مثلا یه مسئله بود می گفتن که یه تانک آبیه که از این طرف مثلا این لوله آب هر ساعتی مثلا یه لیتر آب واردش میشه دو لیتر آب واردش میشه از اون طرف لوله خارجی داره که هر ساعتی یه لیتر خارج میشه خب دو لیتر وارد میشه یه لیتر خارج میشه یه مدت یه صف هست میشه یه سوال دیگه یک مسئله دیگه بزنم شما میرین دو کن نوموی شاطره اونجا یادش بخیر اون موقع واقعا شاطره اونجا وایسته بود و مثل انا نبود که ماشین باشه ولی شاطره وایسته بود و از اون چیز خمیرش فرم بدادی مینداخت روی اون چیز و پهنش میکرد و مینداختش روی سنگا و بیرون این شاطره فقط در هر دقیقه فرض کنیم البته خیلی ممکن شاطره باشن تونتر کار میکنن ولی این شاطره بگیم در لحظه هر دیره یک دیره یک دونه نون میده بیرون میده به مشتریاش از اون طرف در در, 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 مغازه سنگکی هر دقیقه سه نفر وارد میشن خب شاطره نونو به نفر اول میده دوم و سوم باید تو صف سب بکنن اگر پنج سا چهار ساعت طول می میبینین که مسئله چی میشه مسئله طول صف میشه و اینو همه ما سال 57 یادمونه که طول صف بنزین برای در خود آمریکا و در ایران چقدر بود یا مثلا گرفتن از این های گس کدوم هزار چشه برای که عرضه و تقاضا بود خیلی عرضه این که آقای شاتر یه دونه نوم بیرون میده یه دیره تقاضا چیه خیلی بیشتره برش کردیم تو امیگریشن بریم این چه ربطی به امیگریشن داره یه موقعی بودش که من یادم خودم موقعی که ویزای تحصیلی میخواستم بگیرم خیلی دیر و خیلی زمان های قدیم <تصفح> سلام نمیخوام بگم ولی اون موقع ما یه پذیرش که از دانشگاه میگرفتیم در خیابون فرح شمالی یک کنسولگری بود میرفتیم اونجا تقاضامونو میدادیم کیس من بود من ساعت ده صبح فکر کنم ده ده بود که اون تقاضای گرفتن ویزا رو دادیم آیتونی مونم آیتونی یعنی پذیرش از دانشگاه پذیرش دانشگاه بهشون دادیم ساعت سه بعد از گفتم بیام ویزاهاتونو بگیریم و البته اون پاسپورتونم دادیم ساعت سه بعد رو با مهر افوان افوان زده بودن شومدش. خب الان کنسولا کم شده تقاضا زیاد شده جلو دو هر دقیقه سه نفر وارد میشن تقاضا زیاد شده بنابراین صف و میشه صف تولید میشه من خیلی کیسایی دارم که اینا پروندهشون کامله یعنی چی کامله یعنی اومده یک نفر که پتیشنر بوده تقاضا کرده برای یک نفر از اعضای فامیلش یا چیزهای مختلفه که میتونه تقاضا بکنه یه نفر تقاضا کرده برای فامیلش به کجا تقاضا میکنه نمیره به کنسولگری که تقاضا کنه میاد تقاضاشو به اداره امیگریشن میفرسته اداره امیگریشن نگاه میکنه میگه آقا تو چیکاره میگه من سیزن آمریکا مثلا میگه خب برای کی تقاضا میکنی میگه مثلا برای برادرم تقاضا میکنم میگه خیلی خوب مدارکی که تو برادری اینا هستی به ما ثابت بکن اگر ثابت بکنی ما طبق قانون باید کارتو انجام بدیم این بلند میشه میره چیکار میکنه ورقه ازدواجش و مزد شناسنامش ازدواج پدر مادرش و نمیدونم شناسنامه برادر رو همه رو میذاره اونجا میگه این برادر من این مدارکش یه مدتی طول میکشه یه چار طول میکشه برای پرونده یکی دوتا نیستش که فرد صبح کار میکنه مثلا در موقعی که من رفتم بیزان بگیرم خب چند تا کنسولگری در ایران بود صف ما نداشتیم اون موقع ولی الان در یو و اس سی در آمریکا تعداد ایرونی خیلی زیاد شده شما حساب کنید در زمین 45 سال گذشته چندین هزار نفر ایرونی اومدن اینجا الان یه دشون گیری کارشن سیزن شفرن اینا همه تقاضا دارن میکنن خب کنسولگری با که ویزای ایرونی ها رو میده چند تاست سه تا؟ یکی در آنگاراست یکی در دوبهه یک هم در یروانه ارمنستان این تقاضا رو ما به یو میدیم به اداره مهاجرت میدیم و اداره مهاجرت رو یه مدتی نگاش میکنه بعضی اینکه ثابت کردش که این تقاضا کننده این پتیشنر حق داره که برای این بنفیشری تقاضا بکنه یه مور اپرووال بهش میزنه ولی امیگریشن یو uh, که اجازه صدور uh, ویزا نداره که کی اجازه استیتو رو ویزا رو داره استیت دیپارتمنت این کارا که به دیپارتمنت نمیره که میره توی یکی از چی استیت دیپارتمنت اسم اون چیه نشنال ویزا سنتر نشنال ویزا سنتر موقعی که یو اس سی اس این نامه رو میفرسته اپروبال میفرسه به نشنال ویزا سنتر اسمش ان وی سی به ان وی سی میگه که بهشون تماس نگیریم تا یه ماه دیگه بذاریم پرونده ها قشنگ اپلود بشه رسیه بشه و ما اگر تقاضایی داریم بهشون زنگ بزنیم خب <تصفح> میره اونجا و بعد از یه مدتی از نامه از انویسی میگیریم که این مدارک رو میخوان مداره که بعد فلان فرم پر کنی باید, با باید زمانت مالی بدی باید این کار بکنی اینا رو انجامش بدی همه رو که انجام دادی استطاعت مالی که انجام دادی پرونده برات یه نامه میاد که پروندهتون کامله در حال حاضر هر یکی دو ماهی دیگه کامپیوتر یک چیزی براتون میفرسته یک دونه نوتیسی میفرسته پرونده شما کامله و باید بره باید بره به البته کنسولگری نشان ویزا سنتر در همون لازم یا میاد چیکار میکنه پرونده شما رو چی میکنه به حساب اساین میکنه به کنسولگری یا جلوش ای اینکه هستش یا وای اروی هستش یا ای بی دی هستش ترکیه یروان ابو زبید. پس کیس شما حاضره شماره کیس هم دارین فقط اونجا داره نشسته همینجا پرونده ها بارا میشه تا موقعی که کنسولگری بیاد بنویسه بقا برای من برای ماهای آینده پنجاه تا کیس بفرستیم برای چی برای این تعداد آفیسره که دارن این پنجاه تا کیس رو از اون ستک بالا میان چیکار میکنن میگیرن و میفرستن برای چی برای برای کنسولگری کنسولگری هم میرن براتون مینویسه میگه ساعت فلان بلنشین بیاین اونجا خلو میرین اونجا و کنسول هم یه سوال هایه. کنسول موظف از شما سوال کنه حالا یه عده میگن که ما رفتم اونجا کنسول دو دقیقه ما با وقت ازش آره شکل را داره برای کنسول شب پیش یه این پرونده در مغازه فرد سبروش کار بکنه خونده تمام مداره کنید از ای تا زی برای اینو ای خونده و تقریبا تصمیم میشه گرفته وظیفه داره که با شما صحبت بکنه ببینه آیا یک مدرک دیگه است که شما میتونید ارائه بکنید که این پروندهتون اگر اون تصمیم رد کردنش داشته شما بگید نه نباید ردش بکنید اون موقع کنسول تصمیم میگیر که شما چیکار کنید شما بهتون ویزا صادر میشه یا نمیشه خب این صفحه طولانیه تا موقعی به کنسولگری میرسه خیلی 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 حتی یکی از عزیزان من هفته دو, دو مرتبه تلفن کرده پرونده رو من داشتم و گفتن آه چقدر طول کشه این نامزده در ایران بیتابی میکنه فلان بیساری اینا گفتم کاری نمیتونم بکنم حالا اون توقع داشت که من که نمیدونم آشناشون هستم یا فامیلشون هستم میام از اون از این وری میرم نه من از اون وری نمیتونم برم درستم نیستش که بریم اگر بگیم که مثلا به یکی, یکی بگی من دویست دلار میگیرم این زمینش طرف این کار خطرناکی هستن برای همه برای اینکه اون یکی ای میگه من دویست دلار میگیرم میگه حراجی میذارم و اصلا سیستم به هم میخوره بنابراین من به همه میگم که there is nothing i can do مثال ساده بزنم براتون اصل روز جمعه است از سر کار اومدین بیرون شنبه شنبه تعطیله بلند میشین فر میرین گروسری استور و هم میخوان که مواد خوراکی بخرین خب همه این کارو دارن میکنن همه از سر کار اومدن همه هم رفتن گروسری همه هم میخوان بیان بیرون ولی تعداد کشیر چهار تا پنج بیشتر نیست یه صفی تولید میشه مثل همون صفی که وایسدن برن کنسولگری کشیره بگیم کنسوله حالا من که نفر آخرم اگر بیام مثلا یه نفر به هم که برو نفر دوم وایسو اولا کشیر من قبول نمی دوم من که مردم در میاد ممکنه که یه نفر اونجا مثلا یک آدم معلولی باشه اولا خود مردم بهش میگن برو جلو یا اینکه مثلا از یه صفحه دیگه میبرنش ما مسئلمون این الان وکیل کاری نمیتونه بکنه برای شما که بیاد پرونده رو شما جلو بندازه علاجش چیه سب کنیم تو صف وایسیم تا نوبتمون بشه روی نصاب من میدونم که خیلی ها هستن که این مشکل رو دارن و هر کدوم مشکل خودشون رو دارن من مشکل همه رو دارم برای اینکه برای هر کسی بیام روی تلفن این توضیحات رو بدم خب خیلی طول میکشه دیگه آدم وقت نمیکنه بره نمیدونم همون بگه به هر صورت میخوام بگم, بگم که کاری نمیشه کرد باید سب کنی که تا نوبتتون بشه حالا مثلا من میرم کیسی دارم کسی نامزدی هستش رفته کنسولگری این دختر خانم اومدن بهش گفتن که چیه تو باید ادمنستریتی پروسسینگ بری بکران چک حقش یه دولتی میخواد یه نفر وارد بشه میخواد ببینه کی که کی از کی نیست این همون جریان بود که در زمان آقای ترامپ اومدن گفتن چیه هشتا دولت هستن که ما ویزا رو بهشون چی میکنیم نه برای اینکه مسلم بودن نه برای اینکه مسیحی بودن نه نبر... از ایران اومده بودن یا از اون هفته مملکت دیگه اومده بودن کنسولگری میخواد که از دولت بیادی اطلاعاتی بگیره بگه این آقا چیکاره بوده چی کاره نبوده کجا مدرسه رفته که آیا با دادگاه ناراحتی داشته با خانوادهش ناراحتی این اطلاعاتی میخواد اگر شما این اطلاعات ندین ما بهتون ویزا نمیدیم البته توی اون هشتا که اولیه بودش یکیشون اومد و نه ما این کار رو انجام میدیم اونو از لیست در شوردن خب مال اون هفت کشور دیگر رو برای مدت زیادی چیکار کردن ویداشون رو نگه داشتن خب حالا این دولت بالاخره مملکت قانون داره و هممونم روی قانون چیز هستیم مطابق باشیم قانون از کجا در اومده؟ قانون از یک ورقه ای در به نام کانستیتیوشن آمریکا قانون قوانین اساسی آمریکا قوانین اول آسیا قانون اولی که شما بخونید کانستیتیوشن آمریکا رو بخونید مینیسه وی دی پیپل ما مردم نمینیسه ما پریست کریستیانیتی ما شیخ ما شیخ کدوم مذهب یا شیخ یا مثلا مذهب نیست روی نجاد نیست پیپل are دی پیپل حالا بخون که هر رنگی باشن هر مذهبی باشن اینا همه هم باید از قانون اطاعت بکنن از ورد نباید اطاعت بکنن موقعی که بیان از یک مرد اطاعت بکنن خب پدر مملکت در اومده هستیم ولی اینجا اونجوری نیستش خب موقعی که این دختر خانم بلند میشه برن. اونجا کنسول بهش میگه که چیزه کنسول بهش میگه که باید بکران چک بکنه شکلی نداره دولت آمریکا حق داره نگاه کنه ولی کی میاد که نمیره برای همینه که از تمام آمریکا میخواد موقعی افراد بفرستن اینا بیان اطلاعات دیگر بدن خب این بکران چک هم یه ستی قانونی که از این ممالک میخوان ولی نمیتونن تا و دهری رو نگرش که بازم قانون قانون میگه بعد از این مدت موقعی کنسول وظیفه داره یا بگه آره یا بگه نه اینو برای عبد و ده تو آسمان نمیتون نگرش برای همین ما چیکار میکنیم برای کیس های این توری می میکنیم که به دولت که نمیدونیم چی کنیم داد بزنیم ولی از دولت شکایت میتونیم بکنیم شکایت میکنیم چیه بهش میگم منده مسل منده از کجا اومده در سی حدود سال اواخر سالای ۱۸۰۰ بود که یک دادگاهی در کیسه اگر یادم باشه اسمش که الان بیاد ماربری ورسز مدیسن سپریم کورت آمریکا گفت کانستیتیوشن قوانین باید تو چارچوب کانستیتیوشن باشه و هر قانونی که دولت میذاره، تو این چارچوبه یا به درد نمیخوره خب من که به دولت نمیدم شکایت کنم بگم آقا چرا کلاینت منو بهش ویزا نایدی بهش گفتی که بکران چکه دولت به هم میگه آقا طبق قانون من باید این که وارد میشه بدونم کی یا کی نیست بگم آقا چه مدتی طول میکشه طول میشه. خب اگر من انقدر پشت گوش بینزم من بالاخره چیکار کنم باید برم به دادگاه بگم بگم دادگاه این آقا رو یخش رو بگیر بیار اینجا وزیر کشور رو نمیدونم وزیر خزانه داری رو نمیدم بیار اینجا بگیر چرا کار این طول کشیده قوانین زیادی هستش که باید توی منده مثل نوشته باشه ولی به هر صورت دولت موقعی که من شکایت این بکنم من اگر شکایت از یه شخص شخصی بکنم به کورت اون شخص باید به فدرال اون شخص باید از سی روز واقعا جواب بده انسر بکنه به کامپلیت من جواب بده به شکایت من اگر به فدرال گاورمنت شکایت میکنم شخص رسول میکشه من که شکایت میکنم خب آقای بلینتونی که نمیرنش دادگاه آقای نمیرن به چیزو وزیر امور خزانه داری رو الهان مزد میخوام وزیر امنیت داخلی الهند دا مارکس این رو که نمیرنش که یک دونه اسیستن, اترنی که مال دولت هستش در اون جوریستشن اینا رو جواب میده خب این وکیل اکثرا آدم های بی خوبی هستن اکثرا بی نحل. من آدم بد توشون خیلی اصلا نیدم چرا بگم خیلی نیدم بعضیشون ممکنه بعضیشون ممکنه که سرشون انقدر شروع بشه تو شست روز جواب ندن هاشون همون دو هفته اول جواب میدن بعضیشون مثلا بگم من یک کسی داشتم در چیز ابو که شکایت کرده باید مرافش داد شکایت کردم بعد از نزدیک های روز که شد دیدم از کنسولگری یه نفر به من زنگ زد زن گفتش گاهی در مورد کیس فلان موقعیت میخوام صحبت کنم گفتم خب منتظرم اینا گفت به ما 15 روز دیگه وقت بده گفتم چرا 15 روز وقت دارم 60 هزار دیدشی اگر کاری که در 15 روز بتونستی بکنی توش چرا تو 60 روز انجام نهدی به هر کارت موجود ولی اون چیزی که مسلم میخوام من شکایت میکنم طبق این قانون میگم این شخص رفته همه چیزایی که تو از ما خواستی ما انجام دادیم یورانر uh, دادگاه گوش اینو بگیر بیار بیا اینجا تو اینجا بهش این دستی رو باید اجراش بکنی خب این میشه چی؟ این منده مثل که الان ما من الان یک کسی در نیویورک دارم یک کسی در یوستون دوتا تا کس در تکسس دارم دو تا کسی هم در نوردین کالیفرنیا دارم که اینا رو همه رو ما انجامش میدیم به حساب سامنز میشه که بیان تو دادگاه زود به ما جواب میدن این هم در مورد من دیمس یه آقای از آلمان به من زنگ زد گفتش که من در آلمان بزنس دارم سیتیزن آلمان هستم و میخوام که بیام آمریکا بخوام بیام آمریکا از طریق بزنس بیام خب بش گفتم بزنس بیام چندی راه داره یه موقع خیلی وقت پیش چل پنجا و سال پیش و پیش از چل دولت ایران میتونستش که یه نفر در ایران یه شرکتی داشته باشه این شرکتش میخواد ترید بکنه با آمریکا که خیلی هم بودن میکردن و یکی از نماینده هاشون میفرستد اینجا چی بشه بیاد مدیر این شرکت جان بهش ویزا میدادن بعضی مدت هم بزنس گرین کارت میتونست بگیره اگر بزنس خیلی پیش میره <applause> اینو سال آره 75 که موقعی که در ایران حکومت از دست دست, دست ها افتاد این رو چکار کردن گفتن اون دیگه نه برای که ما نمیتونیم با دولت ایران ترید بکنیم ولی خب معلوم شد تو گفتم معلوم میتونم بیان چیکار کنن از دو رو. یا بیان از سرمایه گذاری کمتر کمترش توضیح میدم چیه شما هر موقعی که میرید دادگاه اگر صحبت میکنی باید اون توضیح بده درسته که جایی میدونه ولی برای اینکه رکورد بشه باید توضیح بدی خب سرمایه گذاری چیه چند سرمایه گذاری داره یکی اینی که میاد چیکار میکنه بیای اینجا یه بزنسی را بندازی را بندازی این بزنس بزنس پلان داشته باشه به گاورنمنت بگی من میخوام این کارا رو بکنم و در ظرف آینده ب... یه سال آینده میخوام دو نفر رو استخدام بکنم ببین سرمایه گذاری آمریکا به دیر هزار شما احتیاجی نداره که ولی احتیاج داره که برای سیزیزنش یا کسانی که در آمریکا هستن کار, کار تولید بکنه خب تو میای اینجا پول از درمیاری در میاری. از شرکت در میاری, میاری. اینجا سرمایه دو تا سر. از این چه بهتر صدها از این شرکت هایی که باشن صدها نفر استخدام میشن این چیزی که دولت میخواد همین که اومده چی کرده هم همین که اومده افرادشو براشون، طول که از اون طرف مالیات میده در آمده از پول نفت نیستش که از پول مالیاته خب این یکی تر بوده یکی دیگه که 500 تا بوده ولی الان 800 تا هستش خیلی هم طول میکشه الان تو اون صفحه 800 تایی در حدود 22 هزار نفر تو صفحه هستن از این 22 هزار نفر هم که نگاه میکنی اکثرا کره هستن و چاینیز هستن ایرونی من خیلی کم دیدم ازشون برای اینکه از موقعی که 500 تا به 800 تا کردن خب دلار هم دیگه 67000 نیست دولار 67 هزار تومنه مردم هم استطاعت ندارن نمیتونن اون سرمایه رو بذارن تازه اون وقت برای اون سرمایه گذاری کوچیک تا چار پنج سال پیش ما این کار رو میکردیم من یه عالم داشتم از دوبه مدن اینجا دوبی از قرار معلوم یه <coughs> سری از اوتوموبیل های آمریکایی هستش که خیلی مشتری داره اینا این ما در این اتومبیل رو اینجا میخواد دست یاب بشه میخریدن و اونجا و ما برای اینا ما چیکار کردیم ویزا گرفتیم ویزاش هم از اون وی... ویزای مهاجرتی نیست نان ایمیگرنت ویزاست و این ویزا تا موقع خوبه که این بزنس داره کار میکنه تا موقع خوبه تو تو زنده هستی تا موقع خوبه که این شرکت داره کار میکنه هر دفعه که میلیو بیرون میای سرمز دو سال به ویزا میده سه سال پیش اینا از بین بردن گفتن به کسانی که سیتیزن ایران هستن این ویزا داده نمیشه دلیلش چیه شما ها بهتر از من میدونید ولی اگر کسی سیتیزن یک کشور دیگه باشه براش این کار انجام میدیم و این کار رو ما انجام دادیم خیلی خوب خیلی کسا هستن که یه تقاضایی میکنن در بعضی اپلیکیشن ها که میگن چیکار کنیم ما کارمون زودتر انجام بشه دولت اومده گذاشته یک چیز رو به نام پریمیوم پروسسینگ پریمیوم پروسسینگ یعنی چی الان قیمتش خیلی زیاد کردن یه موقع بود 1200 هزار میلیون صد بود الان در هزار 2000 ای دلار شده یه خانمی از سان من زنگ زد که من این کارو کردم این کردم موقعی به من گفت من چون چیز نکرده نکردم زیاد تعجب کردم رفتم گفتم به راست الان آره در بعضی موارد میتونید چیکار کنین میتونید پریمیوم پروسسینگ انجام بدین باید پرونده خیلی تمیز باشه چرا تمیز باشه برای اینکه دولت موظفه در 15 روز به شما وقت بده این قشنگ آفیسری ای که این دستشو میگیره یکی یکی نگاه میکنه مثلا بگه هشت مورد رو باید نگاه کنه هشت مورد رو هر کدوم یه تیک میزنه این شد این شد این شد این نشد یه نامه براش منویسیم پولیتون از بین میره اونجا دیگه برای اینکه چی میشه پونزه روزه بهتون جواب نمیده برای اینکه خودتون تأخیرش کردید با من یه مثال دیگه براتون میزنم <تصفح> یه خانمی چندین بار اومدن تو تلویزیون برنامه اینجا که من چرا پسرم اینقدر سال ویزا نگرفته براش بعدا که من اول که خب گفتم این کار رو براتون انجام میدم و میدم به, در... به این شرط به اون شرط و یه شرطی که مادی نبود برای من یک شرط دیگه ای بودش بهش گفتم که خب پروندر من, پر من نگاه پروندر من نگاه کردیم که من اول از مهندس ها شکایت میکردم حالا از دکترا و دندون پزشکا و روان از همه اینا باید شکایت کنم اینا نگاه میکنن توی چیز گوگل نگاه میکنن یه پرونده های نگاه میکنن یک قوانین رو نگاه میکنن اون قوانین به طور کلی نوشته شده بشه ریزه رو نگاه نمیکنن آقای هستش که مادری هست که برای فرزندش تقاضا کرده این آقا چل ساله است بیشترشون مثل که و برادرشون که آدم تحصیل کرده یا مثلا از قرار معلوم تقاضا کرده براشون اپلیکیشنشو پر کرده چندین بار این اپلیکیشن نقص داشته دولت هم براشون کاملا نوشته آجون این کار رو بکن این کار بکن این کار بکن این کارها انجام نشده بوده حالا بزنیم چرا اینقدر عقب میافته آفیسر اونجا نگاه میکنه تل پرونده رو اینجاست همه رو نگاه میکنه میخواد اپروش بکنه میبینه باید اینا چک بشه آه این یکی این کار نکرده پرونده رو میذارم اینجا پرونده رو اینجا یه نامه برای شما بنویسه که اینو انجام بدید. پرونده که از تو مسیر اصلی رد شده اومده تو مسیر فرعی افتاده برای اینکه نقص پرونده داشته و هر موقعی که این نقص پرونده ریکوست فور اویدنس تقاضا برای شاهد request for evidence هر موقعی که آر ای -E صادر میشه تا موقعی که آر ای -E میاد جواب داده میشه از این صف یه عالمه رفتن جلو ولی این صفحه شما هنوز اینجا مونده بنابراین چی میشه این خانم نگاه میکنه با همسایه‌اش نگاه میکنه میگه پرونده ما رو که انجام دادن پسرم الان اینجاست اون میگه خب چرا اینجوری وکیلم کار نمیکنه آقا وکیل کار تو خودتون خراب کردی به من چه مربوطه من که چهار مرتبه براتون ریکوست فور ایویدنس چهار مرتبه خرابکاری کردی حالا اون بشری برادری که در ایرانه خب دادش در میاد چیکار چه، چه کنم چیکار نکنم من بشم که آینه رو نگاه کن تو صورت خودتون ببین اشتباهی کرده اشتباه ما انجام ندادیم خیلی خوب همه دارن صحبت میکنن میگن می اتفاقا جالبه که از چند تا از این آقایون باکلا یا خانم باکلا نامه نوشتن که نمیدونم ترامپ میاد ترامپ میاد آره آره, آره، ترامپ میاد اتفاقا زیاد شما که بیاد ترامپ که میاد ترامپ رئیس جمهور یک مملکته مثلا شما حساب کنید که شما سی ای او یک کمپانی مثل آی بی ام هستی زیراکس هستی یا نمیدونم ممزان هستی این هستی اون نگاه نمی کنی که ببینی که اتومبیلی که دیروز پنچر شده چی شده اون در سطح بالا برای کل شرکت تصمیم میگیره رئیس جمهور برای کل مملکت تصمیم تا تازه هم تصمیم نمیگیره رئیس جمهور مجری قانونی که از مجلس گذشته باشه البته سیفتی و سکیوریتی مملکت هم جز زیر دستشه موقعی که رئیس جمهور موقعی که ما نگاه میکنیم میبینیم بین 17 تا 20 میلیون 17 تا 20 میلیون در ظرف سه سال نمیگذشه این آقای بایدن مردم همجور سرشون انتظیر زیر بلنش تو اینجا تو اینا خیلی آدم های خوبی هستن خیلی آدم های بدی هستن دیدیم که ببینیم در شهرهای مختلف چه اتفاق میفته قتل هایی که انجام میشه ریپ هایی که انجام میشه دوزی هایی که انجام میشه آقای ترامپ بگه آقا نه این چک ان من قبول دارم آقای بایدن قانونیش به حساب میگه چک و ریلیسش بگه داخل آمریکا یه روز سر مرزیگرش هم سر سو هتل دیگرش میدارن بعدا یکی از فامیلاش تلفن میکنه که من حاضرم که این بیاد خونه ای من زندگی میکنه ریلیسش میکنن ترامپ میگه من نه چک بکنین ریلیسشون بکنین به مکسیکو تایتل فوردیتیو آیا ترامپ بیاد اون رو اجرا میکنه. آره من به شما قول میدم روز اول که میاد اول و قول داده به مردم ده هفته پیش قول داد که من این کارا رو میکنم باید قولش انجام بده در قدیه چهار سالی هم که رئیس بود قوانیش رو انجام داد من به شما قول میدم روز اولی که میره توی وایت هست این مسئله تایتل فوریتو رو میاره جدا حالا مکسیک میگن قبول نمیکنم خب قبول نکن ما مثلا جنس نمیخریم میگیم که باشه اب نداره بفرستش یا اینکه همین کاری درباره چین داره صحبت میکنه میگه آقا چین من این کارو میکنم اینا و میام سر مرز دارن بزرگترین کارخونه اتومبیل سازی رو میسازن اینا که سری اتومبیل آشغال می‌خوام بفرستن اینجا میگه خیلی نداره بفرستن اینجا هر مالی که می‌فرستیم من صد درصد درست از اون تعریف میگیرم اونا میان میکنن سر میز با هم صحبت میکنن حالا مسئله اومدن آقای ترامپ تا امروزی که ما صحبت میکنیم احتمالش خیلی زیاده آیا جلوی مثلا بگم ویزا گرفتن همسر آقای ایکس که این آقای ایکس چیزی در آمریکا هستش جلو رو میگیره اصلا به ابدا اون قانون اومده اطاعت میکنه قانون رو گوشیه خدمتتون خدمتون باشه بفهمید سلام علیکم حال شما خوبه من ازم هستم از دان مازدنگیزم آه شبتون بخیر عصرتون بخیر آره بله عصرمون شب شما بخیر آه. نه ما روزی ما ساعت ده صبحی آه ببخشید ببخشید دست اوکی okay. بفهمی خوبی دا آی ناصریان خیلی ممنون بفهمی آیشون خلا میخواستم از حضورتون سوال کنم که اگر ما به یه پتنتی داشته باشیم و بخوایم که اونو بفروشیم چه طریقه ای برای این کار هست این پتنت در آمریکا پتنت شده و میخواستیم در مورد اینکه چجوری میتونیم این کار رو بکنیم شما ما رو راهنمایی کنید خب میدونید که من چون قبلا مهندسی خود الکترونیک خونده بودم بعد اومدم حقوق خوندم من پتنت اترنی هم هستم شما پتنتتون رو اینجا کی براتون رجیستر کرد رجیستر که از آمریکا رجیستر شده و من میتونم شماره پتن شدهش رو به شما بدم شما کاری که میکنی من باید برم توی سایت USPTO United States Patent and Trademark Office برین توی USPTO ببینین اولا رژیستریشن درسته یا نه آیا اپروف کردن یا نه اون موقع موقعی که رو ما اپروف کردیم تنها راه اینه که یک جوین ونچر انجام بدیم جوین ونچر آره جوین ون... یعنی چی؟ یعنی من میام به س... جوین تو آمریکا ولی باید خیلی مواظب باشین در زم میام بگی که آقای رئیس کمپانی ABC که تو که پراداکت، نمیخوام اسم پراداکت هم نمیخوام ازتون بپرسم اگر خواستی بعدا زنگ بزن بهتون میگم شما که مثلا خودکار فرانو چی میکنین منفکتر میکنین من یه پتین روز کردم در مورد این خودکار که تا الان هیچکی نکرده و میخوام رایتشو به شما بفروشم یا اینکه بیام چیکار کنم با شریک بشم تو اونچه این بهترین رایی که من برای شما میدونم بله آقای ناصری مشکل سر اینه که ما فروشنده نیستیم ما میخواستیم که یک طریقی رو که خودتون معرفی میکنید <تصفح> یا شما ما اینو برای شما بفرستیم با شماره پتنت شده و شما ببینید که کار میتونید براش بکنید من این کار انجام براتون میدم موقعی که نوشتین یه کاری دیگه هم میتونیم بکنیم البته بذاریم بعدا اینو من دیتیل چی کنم میام یه کورپوریشن درست میکنین پرادکتی که شما چی داره شما موقعی که یه دون در کورپوریشن درست میکنی یه پلن میگی میگی من میخوام بقالی درست کنم من میخوام چلو فروش کنم چلو کباب به مردم میفروشم شما میگی من این کورپوریشن ای بی سی هیم داره این قلم خیلی نوظهور رو میخواد بفروشه کورپوریشن درست میکنم از طریق اون کورپوریشن برام میشین بیان اینجا بله ببینید من فقط میخوام که یه کاری بکنم من به ایمیل آدرس شما که نوشته ای اه... ست ناصریان ایرج ناصریان ای لا ای بقیهش رو که میدونیم و براتون بفرستم کاملشو و شما برید و شمارهشو رو ببینید و از طریق میل به من جواب بدید حتما این کارو میکنم خانم حتما کار کارو میکنم براتون خیلی خواهش کنم فقط من موقعی که پتن نامرتون داشته میدم میرم تو یو اس پی تی او که همون سایت چیزه دفتر صدور ثبت اختراعات ولی میدونم اینتلیجنت پراپرتی و هستش من این کار انجام براتون میدم و منتظر شما هستم خب به من این آقای چیز اولا بذار من مسئله امیر بذار من یه دیگه این جناب آقا. آقای, پات... آقای ترامپ جلوی مرز میگیره دستور داره رئیس جمهور آمریکاست میخواد دیگه کنه سیفتی این مملکت رو آیا یه در اخراج میکنه هزارها رو با شما کاری داره چه کاری با شما داره شما تو قانون داری برادرم سیزن آمریکا من میخوام بیام آمریکا همسرم تقاضای آمریکا اگر با اونا کاری نداره با غیر قانونی ها کار داره روز روزگار شما خوش برانگم پایان هستش دکتر ایرج ناصریان وکیل رسمی امور مهاجر